چرا فقه سنتی زن را موجودی درجه دوم و تحت سیطره مرد تعریف می‌کند؟ آیا برابری حقوقی زن و مرد در شریعت اسلام به کلی منتفی است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. زن مسلمان در کشورهایی که قوانینش از شریعت استخراج شدند از نظر حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی به هیچ وجه با مرد مسلمان برابر نیست. ارزش انسانی زن در جوامع اسلامی کمتر از مرد است و از این رو دیه‌اش نصف دیه مرد تعیین شده. زن نصف مرد ارث می‌برد. شهادت او در دادگاه نصف شهادت مرد است. زن بدون اجازه همسر یا پدر نمی‌تواند از خانه خارج شود. او نمی‌تواند قاضی باشد یا به مقام‌های بالای سیاسی دست یابد و در مجموع زن مسلمان تحت قوانین اسلام موجودی است غیر مستقل و مطیع و فرمانبر مرد. چرا در شریعت اسلام نقش زنان در جامعه تا این حد نازل پیش بینی شده است؟ مشکل از شریعت است یا از درک و دریافت سنتی ما از شریعت؟ این پرسش را در میان خواهیم گذاشت با صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه در رشته فقه و حقوق اسلامی که از شهر اوپسالای سوئد با ماست. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه از تورنتو با ما خواهد بود. و اینجا در استودیو مهرنگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشنگ. ولایت غور در افغانستان مصد تازیانه شرعی محکوم به مجازات نمودیم. جرم این زن همخوابگی با مردی است که عاشقش بوده. اینجا تهران است. جرم این زن بدحجابی است. اینجا موسه، ماشین گشت اسلامی گروه موسوم به دولت اسلامی. توصیه شده زنان با چنین پوششی در معابر عمومی ظاهر شوند. اینجا هم عربستان سعودی، کشوری که در سال 2015 هنوز زنان اجازه رانندگی ندارند. زنان این کشورها و بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر در خاورمیانه تحت قوانین شرع اسلام از بسیاری از حقوقی که در کشورهای دیگر بدیهی است محرومند. از حق حضانت فرزند و ارث و دیه تا پوشش و اجازه خروج از خانه و ادامه تحصیل و کار در بیرون از منزل. سالهاست گروهی از مسلمانان در این کشورها که خود را نواندیشان دینی می دانند از تفسیر دیگری از قرآن و احکام شریعت می گویند. تفسیری که به گفته آنها به بسیاری از این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها پایان می دهد. اگر با از اسلام به مفهوم قرآن، حدیث و سنت داریم اسمی بریم و تفسیر مدرن از این متون رو داریم صحبت می کنیم، من فکر میکنم به دلیل نوع جملاتی که در این متون به کار رفته و احادیثی که هست، این امکان وجود داره برای قشر خاصی از جامعه که به این اصول اعتقاد دارن یک تفسیر مناسب با زمان جدید، با زمان ما ایجاد بشه و بشه براش در راستای بهبود وضعیت زنان و رفع تبعیض از زنان استفاده بشه. روشنگری دینی در مورد مسئله برابری جنسیتی از بنیان دچار اشکال هست در سه مورد. یک، به نوعی ابقا و باعث مشروعیت بخشی نمی نابرابری ها و تبعیض های جنسی میشه که نظام ارزش محور دینی ایجاد کرده. و مسئله دومی که با تمام اصول برابری که کرامت انسانی رو مشمول میشه، که فرصت ها و مشارکت و امکانات برابر مشمول میشه، در تقابل است این نگاه. و سه‌ای که به نوعی قبح نابرابری ها رو در جامعه می سایه و سوهان می زنه و کمرنگ می کنه. یعنی جامعه این ارزش ها رو به عنوان ارزش های اصلاح شده و مدرن میپذیرن و دیگه مشکلی باش ندارن، کسی اعتراضی باش نداره، درونی میشه، جامعه پذیر میشه و بعد تمام صداها و دریچه های اعتراض به این نابرابری در واقع کم کم مسدود میشه. گروهی هم به دنبال برقراری رابطه بین ارزش های غربی و فرهنگ بومی اند و معتقدند که میتوان از منابع فقهی تفسیری فمینیستی داشت که به برابری جنسیتی منتهی شود. در مورد ایران اگر ما بخوایم این رو به عنوان تنها استراتژی فمینیستی دربارش صحبت کنیم، من فکر نمی کنم این کار بکنه و جواب بده. به نظر ما تا حالا
گفتمانی که در ایران داشتیم، گفتمان فمینیستی و جنبش زنان که در ایران داشتیم، تونسته بدون استفاده از فمینیسم اسلامی دستاوردهایی داشته باشه. مثل موضوع سنگسار، جنبش زنان ایران تونست خیلی از زنان رو از سنگسار نجات بده، نه لزوما با تفسیر مدرن از متون اسلامی، بلکه با استفاده از قوانینی که وجود داره و با اشاره به موقعیت اجتماعی این زنان. اصلا فیمینیزم اسلامی چی هست؟ اگر فیمینیزم رکن اصلیش مبتنی بر برابری در ایجاد فرصت‌ها، امکانات و مشارکت برابر هست، آنچه که فیمینیزم اسلامی خوانده میشه در برابر موانعی که دین ایجاد کرده عملا در برابر این برابری چه حرفی برای گفتن داره؟ هیچ چیز. در بسیاری از کشورهای اسلامی خشونت و تبعیض علیه زنان از ابتدای تولد آغاز می شود و تا لحظه مرگ آنها را همراهی می کند. با رشد افراطی‌گری در برخی از کشورهای اسلامی خشونت علیه زنان هم بارزتر از قبل می شود. بحث بین نواندیشان دینی و سکولارها، بین فمینیست های اسلامی و فمینیست های سکولار بر سر ارزش های سکولاریسم و تفسیر مدرن و جدید از قوانین اسلامی ادامه دارد. آیا تفسیر منعطف‌تر نواندیشان دینی از اسلام می‌تواند به برابری زن و مرد در جامعه ایران بیانجامد؟ آیا اصولاً از راه آموزه‌های دینی می‌شود برابری حقوق زنان با مردان را تأمین کرد؟ متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزار از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند. خانم وسمقی، بخشایی از مقدمه‌ای که من در ابتدای برنامه عرض کردم برگرفته از کتاب شما بود، زن، فقه، اسلام. شما در این کتاب گفته اید که تصویری که از زن مسلمان امروز در دنیا مطرح است، عمدتاً یک تصویر نامناسب و حقارتبار هست که مسئولیت ترسیم این تصویر هم با فقهاست، و استدلال کردید که برابری حقوقی زن و مرد در درون شریعت ممکن هست و این فقها هستند که در واقع با یک نگاه یا یک خوانش سنتی از شریعت باعث شدن که زن و مرد در جامعه مسلمان حقوق برابر نداشته باشند. با این اگر بخوایم شروع بکنیم، استدلال شما رو بشنویم که چرا فکر میکنید که برابری حقوقی زن و مرد در شریعت ممکنه؟ من همونجور که در این کتاب به حال استدلال کردم، مطالعات بنده نشون میده که نابرابری حقوق زن و مرد مانند بسیاری از پدیده های دیگر مثل پدیده بردگی که ما در تاریخ داشتیم، اینها برآمده از دین نیستند. یعنی اگر مراجعه بکنیم میبینیم که اسلام نبود که نابرابری حقوق زن و مرد رو پایه‌گذاری کرد، یا اینکه ما دقیقا نمیتونیم بگیم که ادیان دیگر پیش از اسلام این نابرابری رو پایه‌گذاری کردن یا بردگی رو پایه‌گذاری کردن. اینها پدیده هایی است که انسان ها خودشون به وجود آوردند و متاسفانه در طول تاریخ مردان برای دفاع از این نابرابری که مفهوم دیگرش این هست که حقوق مردان افزایش پیدا میکنه، نابرابری حقوق زن و مرد و کم بودن حقوق زنان نسبت به مردان، یعنی سلطه مردان بر زنان. ما میبینیم که در تاریخ اینها از ابزارهای گوناگون که یکی از مهمترین اونها ابزار دین هست برای حفظ این نابرابری استفاده کردند و تلاش کردند اون رو توجیه دینی بکنند تا پذیرش مردم نسبت به اون آسانتر بشه. متاسفانه هنوز این قرائت و به نظر من بهره برداری از ابزار دین برای توجیه نابرابری حقوق زن و مرد هنوز هم قرائت اصلی هست در جوامع اسلامی، و قوانین تبعیض‌آمیز به عنوان قوانین شریعت معرفی میشه که من اساساً با یک چنین تعریفی مخالفم، با مبانی این تعریف مخالفم و معتقدم. اگر ما تجدید نظر بکنیم که من خب هم در اون کتاب زن فقه اسلام هم در کتاب بضاعت فقه تلاش کردم یه تجدید نظری در مبانی معرفی قوانین شریعت داشته باشم و معتقدم که اساساً اینها قوانین شریعت محسوب
نمیشن. خانم بسمقی عذرخواهی میکنم، بخش عمده ای از آنچه که ما به عنوان حالا مبانی استخراج قوانین میشناسیم کتاب و سنت و اجماع و عقل هستن. این اجماع و عقل رو اجالتاً بذاریم کنار، چون به شدت تحت تاثیر کتاب و سنت طبیعتاً این دو هستن، ولی در مورد سنت پیامبر شما اشاره کردید که آنچه که به عنوان قول و فعل و تقریر پیامبر اسلام به عنوان منبع استخراج قوانین شناخته میشه در فقه، این رو قبول ندارید و فکر میکنید که ضرورتاً هر کار یا هر حرفی که پیامبر زده نمیتونه مبنای استخراج قوانین برای ما باشه. همینطوره. ببینید، یک به زبان ساده، برای اینکه به هر حال خیلی ها مطالعات شاید تخصصی فقهی ندارن، من اگه بخوام عرض بکنم که مبنای قوانین فقهی چی هست، این هستش که گفته میشه قول و فعل و تقریر پیامبر اسلام، این به هر حال مبنای استخراج احکام شرعی هست و اکثر قریب به اتفاق قوانین فقهی که در منابع فقهی جمع‌آوری شده به عنوان قوانین و احکام امضایی و تقریری شناخته میشه. مفهومش این هستش که اگر در زمان پیامبر اسلام قانونی وجود داشته و پیامبر اسلام به اون قانون اعتراض نکرده و اون رو تغییر نداده، مفهومش این هست که این قانون مورد تأیید اسلام بوده و بالاتر از اون، اونچه که فقها میگن این هست که این قانون قانون اسلام هست و بهترین قانون برای تمام زمانها و مکانهاست. به نظر من این استدلال پایه‌های بسیار ضعیفی داره. ببینید، اگر در زمان پیامبر فرض کنیم دیه زن نصف دیه مرد بوده، اولا این قانون رو پیامبر اسلام نیاورده، این اولین اشکال، اصلا این قانون رو اسلام تأسیس نکرده. در ثانی این قانون اصلا مشترک بوده در اونجا، مشرکان هم به همین قانون عقیده داشتن، یهودیان هم همین قانون رو داشتن، مشرکان مکه که مقابل اسلام می جنگیدن آیا دیه برابر داشتن بیان زن و مرد؟ نه. تمام قبایل حجاز اکثر قریب به اتفاق اونها همین قوانین رو داشتن، یهودیان هم داشتن. حالا چه خصوصیتی در این قانون هست که اسم این رو گذاشتن قانون اسلام و شریعت؟ خانم بسمقی، اگر ما سنت پیامبر رو با تفصیلی که رفت اشاره کردید بگیم که ضرورتاً اینها خواست خداوند یا قانون اسلام نیست، بلکه بخش عمده ایش سنت‌های رایج در جامعه 1400 سال پیش بوده و بنابراین بر ما چیز ندارن، به اصطلاح مصداقش ما نیستیم، برای جامعه امروز ضرورتاً نمیشه اونها رو توصیه و پیاده کرد. در مورد خود قرآن چطور خانم بسمقی؟ مثلا بحث ارث رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، شما فکر میکنید که ارث زن و مرد آیا باید مساوی باشه؟ ببینید، اول من در ادامه اون صحبتی که شما فرمودید یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، نامگذاری سنت پیامبر به نظر من با مسامحه انجام شده و ما سنتی رو میتونیم بگیم سنت پیامبر به ما هو پیامبر، یعنی به عنوان پیامبر سنتی رو آورده تأسیس کرده، اونو میتونیم بگیم سنت پیامبر. و الا سنت هایی که پیامبر به عنوان یک انسان در جامعه با اونها زندگی میکرده مانند انسان های دیگر، به صرف اینکه پیامبر با این قوانین زندگی میکرده نمیتونیم بگیم این سنت پیامبر هست. و اما درباره قوانین و احکامی که منشأ قرآنی دارند، ببینید، قرآن حاوی به طور کلی دو دسته تعالیم هست. بخش عمده تعالیم قرآن تعالیم اخلاقی است، درس ها و عبرت هایی است از تاریخ برای انسان ها که به ما یادآوری میکنه، و درصد بسیار کوچکی از قرآن شامل قوانینی میشه مثل قانون ارث که ما به تاریخش که مراجعه بکنیم میبینیم مثلا در اون زمان مردان حاضر نبودن که به زنان ارث بدن،
و زنانی اومدن پیش پیامبر اعتراض کردن، شکایت کردن از اینکه ارث ندارن، نمیتونن زندگیشون رو بعد از مرگ شوهرشون اداره کنن. پیامبر اسلام تصمیم گرفت که ارث برای زنان قرار بده و باز هم مردان مخالفت کردن، اعتراض کردن که چطور ممکنه زنی که نمیتونه در فراهم کردن نیازهای مالی زندگی با مرد مشارکت داشته باشه، سهمی نداره برای تأمین زندگی، این ارث ببره. و خب این ارث گذاشته شد. اما یک نکته اساسی رو اجازه بدید من خیلی کوتاه محبت کنم. بله، و اون قانون گذاری هست. ببینید خود اصولیون و فقها هم معتقدن که ما باید به ریشه و مبنای قوانین توجه بکنیم. یک قانون در یک جامعه زمانی کار آمده که بتونه مصالحی رو برای یک جامعه تأمین بکنه و مفاسدی رو دفع بکنه. هر قانون در هر جامعه ناظر به شرایط و مصالح و ضروریات همون جامعه است. اگر در اون زمان برای زنانی که سهمی از ارث نداشتند یک چنین سهمهایی از ارث گذاشته شد، این یک قدم بزرگی به نفع زنان بود. اما نتیجه اون و مفهوم اون این نیست که همین قوانین برای همیشه بهترین قوانینه و اگر در یک جامعه ای سعی شد که این سهمها افزایش پیدا کنه، ما بگیم که این مخالف اسلامه. اسلام کجا مخالفت کرده با افزایش حقوق؟ یعنی اون نیمی که یعنی سهم ارث زن نیمی از سهم ارث مرد هست، اشاره شما این هست که این ضرورتاً حداقل نیست، میتونه بیشتر باشه از اون کمتر. حالا به این بیشتر میپردازیم خانم بسمقی. در همه موارد سهم زنان نصف نیست. من تو اون کتابم هم عرض کردم. اجازه بدید این رو بیشتر بحث میکنیم دربارش، یعنی نه ضرورتاً حالا بحث ارث، یعنی مسئله قوانینی که در قرآن بهش اشاره شده. خانم کار، شما فکر میکنید بحث نابرابری حقوقی زن و مرد در رویکردی که ما به عنوان نااندیشه دینی میشناسیم چقدر میتونه پاسخگو باشه برای مشکلاتی که امروز ما در ایران باهاش روبرو هستیم؟ خب من اول باید حتماً تأکید کنم که من نه اسلام شناس هستم و نه تحصیلات فقهی و حوزوی دارم. اون چه که من میتونم در این برنامه سخنگوش باشم این است که خب من 22 سال وکالت کردم در حکومتی که ادعا میکنه حکومت اسلامیه. صرف نظر از اینکه حالا این ادعا رو خیلی ها قبول دارن یا ندارن، یه قانون اساسی داره. اون قانون اساسی میگه منبع قانونگذاری، تنها منبع قانونگذاری از نظر ما احکام اسلامیه یا شریعت یا فقه، حالا نقل به مضمون. بنابراین دیگه جایی گذاشته نمیشه برای اینکه قوانینی از تصویب بگذره که احیانا با مبانی حقوق بشر در انطباق باشه یا با هر موضوعی که ببره ما رو از نظر قوانین داخلی به سمت برابری، نه فقط برابری زن و مرد، بلکه برابری انسان‌ها با هم دیگه. چون مثلا باز انسان مسلمان با غیر مسلمان در این قوانین دو گونه حقوق و حتی تکالیف داره. در این مقطع 22 ساله‌ای که من هم وکالت می‌کردم و هم اینکه نقد می‌کردم قوانین رو، به نظرم رسید نهایتاً که ما از نواندیشی دینی که سخنگویانی در ایران داشت فقط داریم بهره‌برداری ابزاری میکنیم، به این معنی که نقد میکنیم قوانین رو و کود میکنیم نظرات نواندیشی دینی رو. البته ابتدا اینجور فکر نمیکردم، ابتدا با کمال امیدواری ما کود میکردیم این نظریه های نواندیشی دینی رو. ولی بعدن که نگاه کردم به گذشته خودم، دیدم ما فقط استفاده ابزاری می‌کردیم از نواندیشی دینی برای اینکه اتهام ارتداد به قوای ما نچسبه و این هم باز یک اندرزی بود که از طرف خود آقایون روحانیون بعضی وقتا یک جوری غیر مستقیم به ما داده می‌شد که اگر می‌خواهید گرفتار نشید دست کم کود کنید این نظریه ها رو. و بعد به مرور زمان ما خیلی کار کردیم
خیلی نقل کردیم از نواندیشی دینی برای اینکه به انتقادات خودمون حتما رنگ و بوی دینی داشته باشه و نه کاملا خارج از دین که قابل تحمل نبود. اما هیچ تحول و تغییری به وجود نیامد، حتی در زمان آقای خاتمی که به هر حال یک تحول سیاسی به وجود اومده بود در ایران و ما تصور میکردیم که خب آقای خامنه ای با وجود اینکه داره مشاهده میکنه حجم مردمی رو که توده هایی که به طرف اصلاحات اومدن و رأی میدن و دم پیشخونه روزنامه ها زیاد حلقه میزنن، یقینا ایشون کمکی خواهد کرد برای اینکه این نواندیشی دینی تا حدودی بتونه انعکاس پیدا کنه در قوانین کشور. خب اونجا هم ناامید شدیم، اما اینجا من میخوام بگم که یک ناامیدی دیگه هم داریم. ناامیدی دیگرمون از طرف خود نواندیشان دینیه، برای اینکه نواندیشان دینی ما هنوز نمیتونیم یک منبعی رو معرفی کنیم و با دل قرص بهش استناد کنیم که اون در میان در جهان اسلام یک جور اعتبار و پذیرش داشته باشه. و هرچه میریم سراغ مراجع با رسالاتشون مواجه میشیم که این رسالات اصلا کمترین اثری از اون نوع اندیشه دینی نداره. از طرف دیگه این حکومت اومده دادگاه ویژه روحانیت درست کرده. دادگاه ویژه روحانیت بیشترین ضرری که داشت برای ما به عنوان کسانی که فعالیت میکردن در حقوق زن این بود که اون تک و توک روحانیونی رو که میومدن و خیلی شجاعانه درباره امکانات بهبود حقوق زن و نه فقط نه اینکه حد اکثری برابری، امکانات بهبود حقوق زن نظریه پردازی میکردن یا از درون به هر حال متون اسلامی یک دلائلی رو پیدا میکردن و بیرون میبودن، اینا متهمین دادگاه ویژه روحانیت میشدن و نمونه هاش بودن. مثلا یک حجت الاسلامی بود که خیلی هم پشتیبانی از طرف روحانیون نداشت، مانند آقای سید محسن سعیدزاده که اولین کسی بود که خیلی شجاعانه کمک کرد به ما برای اینکه کد کنیم بعضی چیزها رو. بعد آقای یوسفی اشکبری بودن که در کنفرانس برلین ایشون گفتن که حجاب یک اندرزه و نمیشه حجاب رو قرار داد در موقعیتی که اگر کسی اجباری آتش نکنه شلاق بخوره یا مجازات بشه. و ایشون هم همونطور که میدونیم خیلی در واقع یکی دو جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم، خانم کار شما فکر میکنید که راهکاری که نواندیشی دینی ارائه میکنه کارآمد تا حالا گفتید که نبوده، ولی آیا معنیش این هست که هرگز نمیتونه کارآمد باشه؟ در یکی دو جمله حالا بیشتر میپردازیم بشه. البته معنیش این هست که هرگز نمیتونه، ولی در شرایط کنونی منطقه من میگم نمیتونه و اون مراجع متکی بر همون نابرابری ها به اندازه قدرت دارن، نه فقط در ایران، در الازهر، در حتی حوزه هایی که مال جوامع اهل تسنن هستن، که اینا اصلا هیچ گونه فضایی رو راه طولانی هست. حالا پس این رو ما به عنوان بدیل هایی که هست و سعی میکنیم بهش نداره. بپردازیم. اتوریتی ندارن، قدرت ندارن برای تغییر. آقای سروش، نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید که آنچه که به عنوان حالا نصوصی که در قرآن یا دیگر منابع مقدس، حالا بحث سنت پیامبر شد، خانم وسمقی اشاره کردن که ضرورتاً آنچه به عنوان سنت پیامبر وارد شده یا ما ازش مطلع هستیم رو نباید منبع استخراج قوانین قرار داد، ولی به خود قرآن وقتی برسیم، اگر به عنوان یک فرد مؤمن متشرعی که به هر حال نص قرآن براش مهم هست، ما در یه مواردی مثل، حالا به عنوان مثال صرفا دارم میگم، بحث ارث رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، در ارث نص صریح وجود داره در قرآن درباره اینکه به اصطلاح اون چیزی که در سوره نساء یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سهم
مرد دو برابر سهم زن هست. این نص صریح وجود داره و با این شروع میشه که یوسی کومولا خداوند این رو در واقع به شما توصیه میکنه. این نوع توصیه ها رو چگونه میشه گذاشت کنار وقتی که نص صریح در قرآن وجود داره براش و به سمت برابری حقوقی زن و مرد حرکت کرد؟ به عنوان عضو خردی از خانواده نواندیشی دینی اجازه بدید ابتداعا عرض بکنم که مسئله زنان چه نسبتی داره با کندوکاوهای روشنفکرانه و نواندیشانه. تصور من این است که اگر نواندیشان معاصر به حقوق بنیادین بشر باور دارند که دارند، از مقتضیات اخلاقی اون عبارت است از پاسداشت حقوق کسانی که در زمره اقلیت‌ها قرار گرفتند، از جمله اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های جنسیتی. در جامعه‌ای مثل جامعه ما که خب اشاره کردن خانم کار به قوانینش و مناسبات و روابط دهه‌های اخیر، چنان که می‌دانیم در قانون هم پاره‌ای تبعیض‌های آشکار نسبت به زنان صورت گرفته و البته بخشی از آنها هم از عرف و فرهنگ ما برخاسته، از این حیث فکر می‌کنم یکی از وظایف اخلاقی و انسانی نواندیشان دینی عبارت است از احقاق حقوق از دست رفته زنان و پاسداشت حقوق اونها. من خودم در سالیان اخیر به سهم خویش گام‌های خردی در این باب برداشتم و کوشیدم احیانا اگر نسبت به این امر کمتر توجه رفته در میان نواندیشان دینی، با بحث هایی که کرده ام و مقالات و گفتگوهایی که از من منتشر شده به این بپردازم. در باب آنچه که شما اشاره فرمودید، خانم از می شود وسبقی هم اشاره کردن، من از منظر خود به این میپردازم. ملاحظه بکنید ابتداعا ما سعی کنیم دریابیم که منطق این در اون روزگار چه بوده. من فکر میکنم در اون روزگار این فانکشن داشته به اصطلاح و کار میکرده، چون زنان در جلوت بودند و در عرصه عمومی و بیرون از خانواده حضور و ظهوری نداشتند. در خلوت بودند. چنان که بله بله عرض میکنم زنان در خلوت بودند، ببخشید بله، مردان در عرصه عمومی بروز و ظهور داشتند و کار میکردند. مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان جایی اشاره به این میکنه، برای اینکه من دارم منطقش الان توضیح میدم بعد راهکار امروزین رو هم از منظر خود توضیح میدم. اگر جناب دباغ اگر بخوایم یه مقدار به صلات، چون برای اینکه زمان رو بتونیم حفظ بکنیم از دست ندیم، پرسش من این هست که در مورد مواردی که در خود قرآن نص صریح وجود داره موردش رو اشاره کردم، مثلا در باب بحث ارث اگر بخوایم بفرمایید. همین داشتم عرض میکردم. ببینید در باب ارث اینطور که شما اشاره کردید، اشاره میکنم که مرحوم طباطبایی و برخی دیگه از فقها و مفسرین داوریشون این بود که ما با توجه به اینکه نفقه بر عهده مرد است، اینکه دو برابر زن مرد ارث میبرد، از این حیث است که بعداً دوباره این پول به اصطلاح میاد داخل خانه، برای اینکه نفقه رو مرد بر عهده داشته و زنان استقلال مالی نداشتن و در خانه کار میکردند و بیرون از خانه استقلالی نداشتن. این در مقام توضیح اینکه در آن روزگار این فانکشن داشته، معقولیت داشته. در روزگار کنونی چون زمینه و زمان عوض شده و استثناها بدل به قاعده شده اند، عرف زمان تغییر کرده، زنان به عرصه عمومی آمدند، همونطور که من در سلسله مقالات حجابم نوشتم مفهوم عفت و مؤلفه های عفت رفتار عفیفانه عوض شده، مناسبات و روابط میانه زنان و مردان هم تغییر کرده و هیچ دلیلی ما نداریم که عرف زمان پیامبر چنان که خانم وسمقی هم اشاره کردن ضرورتا مقدس بوده. من فکر میکنم با تأسی به روح حاکم بر آموزه های دینی میشه پاره از این احکام رو باز فهمی کرد. حتی جناب دباغ اگر نص صریح قرآن باشه، یعنی ما بخشی از قرآن رو میذاریم کنار، نومنو به بعض و نکفر رو به بعض در واقع بکنیم؟ نه این چنین نیست. ببینید بذارید نکته رو عرض بکنم. قصه نص صریح خودش محل تأمله. ببینید من یه آیه از سوره جمعه برای شما بخوانم
این که شما میگید نص صریح، قرنها فقهای شیعه این آیه رو مد نظر قرار نمیدادن. آیه ای که در سوره جمعه آمده است، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، خطاب به مؤمنین است که ای کسانی که ایمان آورده اید برای نماز روز جمعه بروید و در نماز جمعه شرکت بکنید. فقها به دلیل تلقی که داشتن و آموزه های الهیاتی که باور داشتن فکر میکردن که صرفا باید نماز جمعه در دوران غیبت عرض میشود، تصورشون این بود که نباید برپا بشه. ببینید نکته اینه، یعنی اگر بگید نص صریح قرآن، من میخوام بگم با ادله و سیاقی که داره حتی چنین آیه‌ای میشه برای قرنها بهش عمل نشه، برای اینکه از منظر اونها زمینه و زمانه آن برو به اصطلاح مهیا نبوده. قصه نص صریح از اون تعابیری است که نواندیشان دینی با مطرح کردن قرائت پذیری متن از منظر دیگری بهش نگاه میکنن، یعنی معتقدن نه دیانت ذاتی داره و نه میتونیم بگیم ما به مر این معنای از آیه و فلان به هم رسیده ایم. البته این نوعی ترویج به اصطلاح من اندی و قرائت دل بخواهی نیست، ضوابط و روابطی داره، اما میخوام بگم قصه متن و خانش اون کاملا میتونه جناب در واقع خلاصه در واقع این صحبتی میشه که برای اینکه ما، یعنی شما اصل رو بر برابری جنسیتی قرار میدید، برابری حقوق زن و مرد، اون چه که موضوع این برنامه هست، و مواردی که حتی اگر در قرآن هست که ناقض این برابری حقوقی میشه رو شما معتقدید که اون آیات رو باید گذاشت کنار، چون اونها بر امروز در واقع دلالت نمیکنه، قانون 1400 سال پیش هست. من نمیگم باید گذاشت کنار، من نکتم اینه که باید اگه نذاریم کنار آخه دیگه برابری حقوقی ازش در نمیاد جناب دبا. بله بله. یعنی که به روح اونها اگر نگاه بکنیم، تصور من و دیگر نوع اندیشان دینی اینه با متدهای مثل پدیدارشناسی تاریخی و تفکیک میان ذاتیات و عرضیات از یکدیگر میشه اون لب و روح مندرجه در اونها رو فهمید. بسیار. و به اصطلاح به اقتضای فیلمثل انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق پیامبر، اگر عمل کنیم از قضا تبعیت از از این قوانین که به تعبیر شما مبتنی بر تبعیض جنسیتی است کار غیر اخلاقیه و دینداری اقتضا میکنه در روزگار کنونی اونها رو کنار بنهید. اون آیات رو، آیاتی که ناقض برابری حقوقی هستن رو، اون فهم از آیات رو بازم تاکید میکنه. جناب دباغ ببخشید، یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی این دیگه چه نوع فهم دیگری میشه ازش داشت؟ این که حظ و بهره مرد از ارث دو برابر زن هست، چه درک دیگری میشه از این آیه داشت؟ نه ببینید، من اشاره کردم تکست رو باید در کانتکست گذاشت. یک آیه از سوره جمعه هم برای شما خواندم و گفتم به شرطها و شروطها در یه سیاقی و زمینه ای حتی فقهای شیعه معتقدن به این آیه نباید عمل کرد. من مثال سنتی زدم، مرادم این است که وقتی که اون مبادی و مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی، اخلاقی تغییر میکنه، در یک کانتکست و سیاق دیگری همین آیات رو در یک نظام معرفتی به صورت کلی به نحو دیگری باید فهمید. نه اینکه مستقل و جزءاً در باب این یه آیه صحبت بکنیم. در یک نظام معرفتی کلی اون وقت اگر اون مبادی و مبانی عوض بشه میشه کل اینها رو به نحو دیگری فهمید. بسیار. اجازه بدید نظر خانم وسمقی رو هم جناب دباغ در این باره داشته باشیم. خانم وسمقی، اونهایی که درک سنتی از دین رو تبلیغ میکنن به استناد برخی از آیات، همونطور که اشاره کردم بحث نومه رو به بعض، نکف رو به بعض، در جای دیگری آیه‌ای که زیاد بهش استناد میشه الذین جعلوا القرآن عزین، یعنی میگه که کسانی که قرآن رو تقسیم کردن، بخشایش رو که میخوان رو یا مطلوبشون هست و بهش استناد میکنن، بخشای دیگرش رو میذارن کنار. فکر نمیکنید که اگر ما، یعنی نواندیشی دینی چگونه میخواد این مسئله رو حل بکنه که اگر بخواد به برابری حقوقی زن و مرد برسه، آیاتی که صراحت دارن و این رو تبعیض قائل میشن بین زن و مرد رو چگونه میخواد بذاره کنار، در حالی که در بخشای دیگری از قرآن این مسئله نهی شده، اینکه بشه بخشی از قرآن رو کنار گذاشت؟ بله. ببینید، من حالا نظر خودم رو عرض میکنم، من نماینده نواندیشان دینی نیستم در اینجا، اما ببینید مسئله اینه که وقتی شما این آیه رو میخونید، اولین و اساسی ترین مسئله این هست که مخاطب این آیات دقیقاً کیه. ما نمیتونیم بگیم که این قرآن امروز برای ما آمده. همه اصولیون هم در منابعشون، در کتابهاشون این بحث رو
داشتن، اگرچه مفصل بحث نکردن و نتیجه گیری هایی هم که کردن به نظر من تا حدی قابل نقد است، اما این بحث رو داشتن که مخاطب اصلی قرآن پیامبر و مسلمانان پیرامون اون حضرت بودند. این معنیش این هستش که آیات قرآن با توجه به شرایط اون جامعه، اون مردم و زندگی اونها اومده. مثلا اگر آیات قرآن به مسلمانان میگه برید با مشرکین بجنگید، به عقیده من این رو الان به ما نمیگه، که بعضی از فقها مثلا میان اینا رو دستاویز قرار میدن، خودشونو جای پیغمبر میذارن، خودشونو مخاطب خداوند قرار میدن، بعضی ها رو به سلیقه خودشون مشرک و کافر معرفی میکنن و میگن ما باید بریم اونا رو گردن بزنیم. پس ما هیچ کدوم نمیتونیم خودمون رو در جای مخاطب اصلی قرآن قرار بدیم. بنابراین این برمیگرده به این که ما این آیات رو باید چگونه نگاه بکنیم. یک بحث اساسی همین هستش که ببینید قوانین همه این رو قبول دارن که نمیتونه بدون توجه به شرایط زندگی وضع بشه. همین امروز بسیاری از قوانینی که در منابع فقهی ما وجود داره، امروز در کشور خود ما که بر اساس قانون اساسی مبنای قوانین همون شریعت، قابل اجرا نیست. من مثال‌هایی هم تو کتابام زدم، اینجا هم عرض می‌کنم. مثلا قانون مربوط به گنج، ما در همه منابع فقهی شیعه داریم که هر کسی بره گنجی رو کاوش کنه، پیدا کنه، متعلق به خودش خمسش رو بده مال خودشه، یا بره یک زمین مواتی رو احیا بکنه، مالک اون میشه. اما امروز تو کشور ما این گونه نیست، این قابل اجرا نیست. چرا؟ چون اصلا در اون زمان اگر این قوانین وجود داشته، مربوط به شرایط اونها بوده. امروز هم اگر همین قرآن ما، اگر که این نکته رو مهم، اجازه بدید من عرض بکنم، ببینید بر تفسیر قرآن یک نگاه کاملا فقهی سیطره داره. یعنی ما گمان میکنیم که از تمام آیات قرآن باید احکام و قوانین استخراج بکنیم. اینطور نیست. ما به نظر من قرآن برای این نیامده، یک کتاب حقوقی نیست که ما بریم و از آیه آیه قرآن بخوایم قانون در بیاریم با نظر خودمون، سلیقه خودمون. اگر در قرآن قوانینی آمده که ما به شأن نزول اونها مراجعه میکنیم، در اون جامعه با اون شرایطی که وجود داشته گامهای بزرگی در احقاق حقوق زنان، مثلا درباره ارث، درباره طلاق و مسائل دیگه برداشته شده، ما به اون روی کرد که نگاه میکنیم، نمیبینیم که قرآن مخالفتی با افزایش این حقوق و برداشتن گام به جلو داشته باشه. ببینید درباره قوانین ما نمیتونیم هرگز دوگم برخورد کنیم. قوانین نمیتونن ثابت باشند. ما این رو باید بهش توجه بکنیم. حتی در منابع اصولی هم به این موضوع بسیار مهم توجه شده. امروز در جمهوری اسلامی هم به این توجه میشه که قوانین موجود در منابع فقهی عیناً همش امروز اجرا نمیشه. اما در رابطه با زنان متاسفانه یک تعصب خاصی و یک مقاومت خاصی وجود داره که این حالا دلایلی داره که الان اینجا شاید اگه بحث کنیم موضوع خارج بشیم. اما به هر حال من هیچ دلیلی در اسلام، در قرآن نمیبینم که مخالف باشه با برابر شدن حقوق زن و مرد، به ویژه این که اصل اولی، اجازه بدید این جمله رو عرض بکنم، ببینید اصل اولی در حقوق همه انسان ها، اصل عقلی برابری حقوق و برابری انسان هاست. اگر در گذشته این برابری نبوده، این به دلیل ادیان و توصیه ادیان نیست. این نابرابری ها رو خود انسان ها گذاشتن
به دلیل جهل، به دلیل زورگویی، به دلیل منفعت طلبی گروهی نسبت به دیگران. اما امروز جامعه بشری به اینجا رسیده که میگه برابری همه انسان. متشکرم خانم. میگه لغو بردگی، میگه برابری زن و مرد، و این گام های انسانی بسیار پیشرفته است که اگه ما اسلام رو جوری تفسیر کنیم که در برابر اینها قرار بدیم، یعنی اسلام رو کنار گذاشتیم. سپاسگزارم خانم وسمقی. خانم کار، شما اشاره کردید به اینکه به هر حال نگاه نوین به مقوله شریعت و بحث برابری، چون اون چیزی که خانم وسمقی اشاره میکنن این که اصل بر برابری هست و در واقع باید نصوص و متون رو به نوعی با اینها، حالا نمیگم منطبق، یعنی درک ما از اونها باید به گونه‌ای باشه که مؤید این برابری باشه، چون اصل بر این هست. شما اشاره کردید که این تجربه ها در ایران چندان موفق نبوده، دلیلش هم روشنه، چون حکومت دست فقهاست و این نگاهی نیست که فقها داشته باشن. ولی راهکاری که شما پیش بینی یعنی پیشنهاد میکنید چه هست؟ اگر راهی که فی المثل روشنفکران دینی تا حالا رفتن نتونسته جوابگو باشه و فکر میکنید که احتمالا نمیتونه در آینده هم جوابگو باشه، پس چه راه دیگری رو شما پیشنهاد میکنید؟ خب من کلا اینو راه تلقی نمیکنم، برای اینکه ما این راهو پیمودیم در دوران دست کم در دوران جمهوری اسلامی، حالا صرف نظر از بالا و پایینا، ولی جواب نداد. و کسانی هم که سخنگویان نواندیشی دینی بودن یا مجبور شدن از کشور خارج بشن، یا عبا و عمامه از دست دادن، یا خاموش شدن، یا به هر حال خودشون عبا و عمامه رو برداشتن، و اینا همه به ما نشون داد که یک ضعفی در این واقعه وجود داره که این ضعف مختص ایران هم نیست، در کشورهای با اکثریت مسلمان هست. شما میبینین این شلاقایی که میزنن، سنگسارایی که میکنن، گردن زدن ها، اینا که فقط در ایران انجام نمیشه، حالا در ایران یک کمی هم متمدنانه داره انجام میشه. سنگسار رو هم که گفته شد در گزارش شما که با فشار مثلا فعالان حقوق زن، سنگسار کجا از بین رفته؟ سنگسار تو قانون مجازات اسلامی ایران اجرا هم میشه، اگر که قرار بشه اجرا بشه میشه. ولی من یه چیز دیگه ای رو میخوام بگم، این ترسی که حاکم است بر کل این به اصطلاح تئوری های غیر نواندیشی دینی اونقدر زیاده که حتی آقای خمینی یه وقتی که ازش خواستن و سوال کرد شورای نگهبان که در مورد اینکه اگر بخواهیم دادگاه به جای شوهر زنی رو طلاق بده، به جای شوهر یا به وکالت از شوهر زنی، یعنی اینقدر موضوع محکمه که طلاق بده، نظر شما چی هست؟ چون میترسیدن که اساسا اون قانونی که دادگاه طلاق بده زن رو به جای شوهر رو به تو مثلا نکنن یا بکنن. شما به مشکلات ماجرا اشاره میکنید، ولی خواهم که پرسش من این هست که اگر شما به عنوان فعال حقوق زن به برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد دارید و فکر میکنید که در جامعه مسلمان ایران، من کشورهای دیگه اون منطقه، این برابری حقوقی باید بهش رسیده بشه، راه شما چیه؟ اگر فکر میکنید که راه من خیلی سخته، من میگم حکومت باید از دین جدا بشه، اما ما همواره نیاز به نواندیشی دینی حکومت داریم. حکومت در واقع قوانین عرفی جایگزین قوانین. یک نکته ای که بعضی از جمله خانم وسمقی در کتابشون بهش اشاره کردن همین هست، میگه که اگر قوانین، یعنی اینکه راه حل رو جایگزین کردن قوانین عرفی بدونیم، همیشه با این مخاطره روبرو هست که اسلام گرایان اگر به حکومت برسن این رو برگردونن. خب تجربهشو در ایران داشتیم. خب به هر حال قوانین خب داشتم عرضمو یک کمی کامل میکردم به این معنا که من فکر میکنم نواندیشی دینی بسیار مفیده برای تنویر افکار عمومی مسلمانان، و نه برای اینکه ما 100 سال توی حکومت دینی از این تئوریا بشنویم و هیچ گونه راه حل عملی هم براش نداشته باشیم، تا جایی که مثلا آقای خمینی میگه که بله دادگاه میتواند به جای مرد طلاق بدهد، اگر جرأت بود بیشتر میگفتم. یعنی وقتی آقای خمینی اینقدر میترسه، از من که ایشون نمیترسه، از همردیفای خودش میترسه. پس بنابراین اصلا جای امیدی برای ما وجود نداره
که در همون قالب و چارچوب حکومت دینی به جایی برسیم در مورد برابری انسان ها. ولی من معتقدم در همه حال جوامع اسلامی احتیاج دارند به اینکه گسترده بشه نوع اندیشه دینی، برای اینکه فقط حکومت نیست، مردمی هم هستند که این مردم کما اینکه الان در کشورهای مختلف از پاکستان، ترکیه، تونس به حال این جریانی هست زنه رو بکشه، مردم میرن تیکه تیکش میکنن و بعدم پاسخگو نمیشن، میگن که دینمون گفته. بسیار. اگر افکار عمومی رو بتونه نوع اندیشه دینی کمک بهش برسونه، بدون اینکه ببخشید، بدون اینکه خیلی فنی حرف بزنه که مردم نفهمنش، یعنی باید یک زبان ساده پیدا کنن برای اینکه مردم رو در این کشورها آگاه کنن و تغییر بدن اون تعصبات درون ذهنشون رو. اجازه بدید نظر سروش دباغ رو بشنویم. آقای دباغ، از دید شما تلاش هایی که تا حالا انجام شده چقدر توفیق داشته و اگر ناکامی هایی بوده دلیل رو شما چه میبینید؟ خانم کار اشاراتی کردن ولی دوست دارم نظر شما رو هم بشنویم. بله، عرض می شود که من تصورم این است که خوشبختانه گام های مثبتی برداشته شده. آنچه که خانم کار اشاره می کنن من هم مخالفتی با اونها ندارم، مؤلفه ها و عوامل غیر معرفتی بیشتر. ببینید وقتی که یک گفتمانی غلبه پیدا میکنه و یک گفتمانی به حاشیه میره، فقط علل و عوامل معرفتی در کار نیست. علل و عوامل و عرض میشود که زمینه های معیشتی، روانشناختی، جامعه شناختی، اقلیمی، اقتصادی همه در کارن. درسته که نواندیشی دینی الان گفتمان مسلط نیست و همطور که گفته شد حوزه ها هم عموماً از نواندیشان دینی آری هن. یعنی به نحو اغلبی و اکثری فقه سنتی جاری و ساری است. اما من فکر نمی کنم به غیر از آگاهی راهی به رهایی باشه. یعنی همطور که ایشون میگن نواندیشی دینی نیازی است که جوامع دینی دارن، من فکر میکنم اگر ما به یه ریفورم در میان مدت و دراز مدت فکر میکنیم که بنده هم عمیقا و قویا بهش باور دارم، این جز از طریق ارتقا بخشیدن و افزودن آگاهی مخاطبان و دینداران در جوامع دینی، من راه دیگری براش نمیشناسم و تصور ندارم. اتفاقا کشورهای مسلمان غیر ایران هم از این حیث نمونه های بهتری هم برای بحث ما که حکومتشون هم حکومت دینی نیست، اما همطور که اشاره رفت و در گزارش شما هم بود، میان و تکه تکه میکنن یک زن رو. اگر به خیلی از مسلمانان گفته شود که فیلمثل احکامی مثل ارتداد، مثل سنگسار، مثل مجازات اعدام برای کسی که پیامبر رو طعن میزنه یا دشنام میدهد به تعبیر فقهیش صاب و نبی، اینا هیچ کدوم در قرآن نیامده و خیلی از اینها مبتنیست بر روایات و سنت فقهی ما و پالایش سنت فقهی ما، راهیست که و با کار مسیریست که بار ما رو بار میکنه. من فکر میکنم در میان مدت اولا این نتیجه میده و ثانیا من سلاح دیگری نمیشناسم، ابزار دیگری نمیشناسم. بدین معنا به رغم ناکامی های موجود که اشاره هم کردن، من بیشتر میخوام تأکید بکنم که این مسیر ناهمواره و ما چاره جز این نداریم. اشاره کردن فلانی عرض میشود که خودش لباس روحانیت خودش رو درآورد، بهمانی عرض میشود یعنی جناب اشکوری عرض میشود که خلع لباس شدن. بسیار خوب، اینا دشواری هایی است که این مسیر داره. من فکر میکنم اگر نواندیشان دینی در این امر متفق النظرن که به دست دادن تفسیر انسانی و اخلاقی بار ما رو بار میکنه، به رغم موانع موجود این راه رو باید پیش رفت. و من فکر میکنم یک سری توفیقاتی هرچند نه چندان زیاد پدید آورده، گفتمان کم و بیش عوض شده در عرصه معرفتی میگم. قصه سیاست هم همونطور که میدونیم قویاً منبعث و نسبت وثیقی با فرهنگ زمانه داره، با درکی که مردم دارن. ما وقتی که از سازوکار دموکراتیک حرف میزنیم، همونطور که هممون میدونیم سازوکار دموکراتیک حاملان دموکرات میخواد و بنیادین ترین نهاد هم در این میان بنیان خانواده است، نهاد خانواده است. منم قویا معتقدم از حکومت به یه معنا نباید شروع کرد، یعنی فرهنگ ما، فرهنگ مردسالار ما احتیاج داره که اصلاح بشود،
برابری میان زن و مرد عمیقا در جان مردان بنشیند، از بنیادین ترین نهادهای جامعه که نهاد خانواده باشه شروع بشه، و اینا همه مبتنی بر آگاهی بخشیه. من مایوس نمیشم به رغم بادهای ناموافق بسیاری که میوزه، و ثانیاً چون فکر میکنم برخی دستاوردها اچیومنت ها بهش رسیده، این تصور میکنم که همین مسیر رو باید پیش برد. معتقدید که در واقع راه همین هست و میتونه در نهایت موفق هم باشه؟ بله. ولی راه دشواری هم هست. راه دشواریه. بله. من خودم هم یه نمونه عرض بکنم و خاتمه ببخشم. ببینید، من خودم شخصا از حوزه های علمی، از دوستانی که طلبه ان، چه از افغانستان، چه از عراق، چه از داخل ایران، پیام ها و ایمیل های متعددی دریافت میکنم. مرادم این است که نسلی که الان 70-80 سالشون است رو خب قاعدتا دیگه کاملا شکل گرفته نگاهشون، فتواهایی که صادر کردن. اما این طلبه های جوان، این کسانی که در حوزه های علمیه هستن، فقط هم مختص حوزه علمی قم نیستن، اگر این بادها و این نسیم ها به سمتشون وزیده شود، که وزیده و که وزیدن گرفته است، فکر میکنم شما به آینده امیدوار هستی جناب دباغ. بسیار خب، ما هولوحش حدود 2 دقیقه فرصت داریم. خانم بسمقی، من یک پرسش نهایی رو هم مطرح بکنم. حالا طبیعتاً در آینده امیدوارم که به مباحث بیشتر بپردازیم، ولی آنچه که شما اشاره کردید، حالا چه در باب سنت، قرآن، موارد دیگر، و اینکه به هر حال اصل بر برابری حقوقی هست و اگر اینها مخالف اونهن، اونها رو باید کنار گذاشت، یا نه درک سنتی از اون رو کنار گذاشت به درک نوینی رسید. در صورت اگر یک انسان مؤمن بگه که به هر حال در آموزه های دینی همواره این رو به ما آموختن که قرآن برای همه قرون و اعصار و برای همه هست، از صدر اسلام الی یوم القیامه، اون موقع داستان چه خواهد شد؟ چگونه میشه بخشایی از قرآن رو بگیم که امروز دیگه بر ما مترتب نیست آثارش؟ ببینید، منم معتقدم که قرآن کتابی است برای همه نسل ها، اما چگونگی استفاده از قرآن جای بحثه. من عرض کردم قرآن یک کتاب فقهی و حقوقی نیست. این که بعضیا تصور بکنن که قرآن اومده برای اینکه ما به آیه اون طبق سلیقه خودمون عمل کنیم و از آیه قرآن قانون استخراج بکنیم، این نگاه خطرناک و نادرستیه. این من معتقدم از قرآن باید درس ها بیاموزیم، از تعالیم قرآن باید استفاده بکنیم، اما به اون به عنوان کتاب فقهی یا قانون نگاه نکنیم. بله، و آیات قرآن، آیات حقوقی قرآن رو هم باید ازش استفاده کنیم، اما نه به این معنا که عیناً اونها رو امروز عمل کنیم. بسیاری از قوانین امروز واقعاً مفید عدالت نیستن. اگه ما بگیم اینها قانون اسلام لایتغیر و باید عیناً اجرا بشه، یعنی داریم اسلام رو منزوی میکنیم. و شما ببینید همین امروز تو جامعه ما قوانین مربوط به زنان واقعا از نظر بسیاری از زنان عادلانه نیست. اگه عده‌ای بیان بگن اینا عیناً قانون اسلامه و الا و لابد باید عمل بشه، معنیش اینه که اسلام با عدالت منافات داره. چرا ما این قرائت رو اصرار روش بکنیم؟ ما میتونیم قرائت دیگری داشته باشیم که به هر حال قوانین رو عادلانه کنیم، اسلام رو هم حفظ بکنیم محترمانه، و اسلام رو هم در جامعه همیشه یک دین سپاسگزارم از شما داشته باشیم. بسیار بسیار متشکرم خانم صدیقه وسمقی، خانم مهرانگیز کار و سروش دباغ. بسیار ممنونم از هر سه مهمانان برنامه که دعوت ما را پذیرا شدن، وقت دادن به ما، و همینطور ممنونم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید.